بررسی ابعاد بیداری اسلامی در همایشی که به همت فراکسیون بیداری اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، دکتر ولایتی نیز در این همایش گفت پایه مردم سالاری دینی بازگشت به ارزش‌های اسلامی است و منشأ قیام‌های منطقه بدون تردید انقلاب اسلامی ایران است. این بحث بیداری اسلامی شد، به نظرم جا داره که بحث خماریش هم بشه. الان شما خود وضعیت منطقه رو بسپرد، منشأ جمهوری اسلامیه، خود سر اون لولو باز کنشن دن همون منشأ دیگه که خود دودو بگیری در نره. البته مسائل منطقه این روزا از یه جنس دیگه ایه که تا حالا تو بازار نبوده، این جنسش قاطی داره، خود گلو رو هم اذیت میکنه. حالا این واسه آتیشی که تو سوریه افتاده، این آتیش نباس بگیره به خود متا خود پول خورده بالا، یه خوره که طرف باد کنه کافیه، خود جیزی بریز میکنه چیکه میکنه حروم میشه دیگه. سیاست خارجی نظام هم این روزا رو چیه؟ رو دود و دمه، که ما از دوران طفولیت با همین آقای بشار کار دودو شروع کردیم، قرار هم باشیم روزای تعطیل بکشیم. حالا از شانسمون خوردیم به این تعطیلات عید که دیگه 13-14 روز پشت سر هم دیگه پابند قضیه شدیم تا همین الان که دیگه اسیرش. استعداد منم سر داستان سیاست خارجی خود مقام عضوا کشف کرد. یه بار بهم گفت با 45 و 46 و 47 و 48 جمله بساز. یه وقت فکر کردم گفتم 45 میکشی، 46 میشکنی، 47 نمیزنی، 48 ناراحت. البته خب حق میدم به ایشون که اینجوری باشه. من یه توصیه هم به همین سران عملی کشورهای منطقه، هم از اونایی که مشامی حال میکنن یا پامنقلی یا بمبی، اینا اینه که به این اقتدا کنن به مقام عظما. خب این گوشه نل بکشون یک با چای حلی ببرن، خب حله دیگه چی میخوان آخه دیگه؟ به جای قندم میتونن با خورما بخورن، چون هم انرژی داره هم هسته. نمیانون در خصوص احوالات بیداری اسلامی در منطقه گفتگو میکنم با دو تن از کارشناسان عرب در دمشق و قاهره، آقای محمد ثروت در قاهره و آقای حسین مرتضی در دمشق. به هر دوی شما سلام میگم. سلام عرض میکنم، بنده حسین مرتضی، کاردار محترم سفارت محترم جمهوری محترم اسلامی ایران هستم. محترم، میخواستم یک گزارش دقیقی از وضعیت سوریه بهتون بدم. عرضم خدمتتون که سوریه این روزها بسیار بسیار آرامه، بسیار آرام. قبلا یه هرازگاهی یه صدای بادی هم میومد، الان دیگه همون هم نیست. یعنی انقدر ثبات هست، انقدر ثبات هست که اصلا قرار جام جهانی تو همین دمشق برگزار بشه. البته گاهن یه سری سر صداهایی میشه، دعوای خانوادگیه، تو دنیای عرب رسمه. مثلا خانواده عروس و داماد با هم که دعواشون میشه میان تو خیابون سر صدا میکنن، که موضع جمهوری اسلامی هم طرف خانواده داماد یعنی خاندان اسدی. البته الان خانواده عروس و داماد آشتی کردن، الان یه سری اختشاشگر آشوب طلب از وابستگان جریان انحرافی به سرکردگی رژیم بعثی صهیونیستی استکبار جهانی دارن سوء استفاده میکنن، که البته ما در این توطئه کامل پشت بشار اسد هستیم. حالا پشتش هم نیستیم، ما اون فاصله لازم رو حفظ میکنیم. این دخالت آشکار مردم سوریه در امور داخلی سوریه است که ما اینم محکوم میکنیم. بله همونطور که میبینید پرچم استکبار جهانی رو اینجا آتیش زدن. شاید پرچم جمهوری اسلامیه. ولی این محکومیت یه قسمتش برای بشار اسد هم خب میگیره دیگه، که لااقل باید این گوش کنه که ببینه مردم چی میگن، مردم هم باید گوش کنن که ببینن مقام عظما چی میگه. بله همونطور که میبینید به سفارت کشورهای غربی حمله کردن به یکی رو اینجا این که اشبر ماست که بابا نا که تو سفارتهای غربی چی کار میکردی؟ بله با پشت لااقل بهشون بگو سفارت های غربی دو تا کوچه پایین تره دیگه. با
بله ما ورود اشتباهی مردم سوریه به سفارت جمهوری اسلامی رو در همین نقطه محکوم میکنیم. آکه با کفش اومدی اینجا، اینجا نماز میخونم مثل اینجا عجب داستان رو داریم. بله داشتم در باره اوضاع آروم سوریه با اون باده صحبت میکردم. در همین مورد من میخواستم بگم که اگر خیلی متشکرم از زحمات دوستان به خاطر تعامل سمبولیکی که با جمهوری اسلامی برقرار کردن. این وضعیتی که شما میبینید نشاندهنده ظرفیت های عظیم دیپلماتیک جمهوری اسلامیه. دوستان سوری حالا از این قسمت شروع کردن که شما میبینید در روزهای آینده این باد به صورت رگبارهای پراکنده اقصا نقاط دیپلماتیک بنده رو در مینورده. فقط به اون اشکول کراوات قرمز هم که همینجور داره بربر من نگاه میکنه ببین که نوبت بعدی نوبت توه ها. فهمیدی؟ آقای مشرف آقا اوضاع آرومه. جوش جوش بگید که اوضاع آرومه. بعد